طالبا یاد شد، ما از امو گروه وحشی میگیم، تروریست میگیم، از امو ما میخواییم مثل امر بالمعروف یک دیاسه جور کنن. کسایی که در خارج از دخترهایی که از بچهایی که از نمیگم تنها دخترها، هر آن کسی که فحشار چیز میکنن دونموش فامیلایش هم مثل چه رقم برد بگیم آن جزای بتن که اینا در ایج اصلاح شد. در موجه یک ریاست مثل امر بالمعروف جور کنن، آل خود در حکومت دستم واسه هر چی که بگویم، اگر وحشی بگویم، شان تروریست بگویم، هر چی هست، من بالاخره با مجبور بدنم و سرم و صدا میکنم که یک ریاست جور کنن کسایی که در خارج هست اینمی فحشا را تجربه میکنن فامیلای از برای یعنی پلیس کار کردن جرم شخصی نیست. اگر طفل چیز میکنن هر کسی که باید پدر مادر جزا داده شد، پدر مادرش نیست، بیادرش، خوارش، هر کسی که هست باید جزا داده شد. در افغانستان تا اینا یگانه راه من میبینم خود تا اونجام تقریبا 4 سال 3 سال من خود تعقیب میکنم، برنامه هایت میبینم شاید فایده کرده باشد، ولی روز به روز زیاد شده رفتن زیاد. یگانه راهی که من دیدم سنجیدم پیش خود، یگانه راهش اینمی راهی که من میگم دیگه فکر نکنم هر راه آنه اگر مبارزه میشد شاید از خود که کس دیگه قد مبارزه نکنه دین از او کس دیگه به نام افغان دوست آمد او تا دیروز خودش از طالب دفاع میکند و دین از باریت مچون چرا این گپ زد. او کسایی است که ماشوار لول میخونن هر طرف و من از دباره از او گپ نمیزنم. فقط یکانه رایی که من سنجیدم اینمی است که فقط در افغانستان فامیلا از اینا جزا داده شود دیگه. وقت تا نمیگیرم، تشکر، وقت تا خوش، خدا حافظ. ببینیم که نا چی نظر دارن. تشکر، شب از آن میشنم. بخیر باشید، سلامت، خدا حافظ. آقای رحمی شما بفرمین. بازم عرض ادب خدمت خودت ملک جان، قن خدا کنه جور صحتمند باشی و کسایی که فعلا در لایفت هست احترامات ما را پذیرا باشن. من واقعا شما منم راجع به این مسائل خواستم یک دقیقه یا دو دقیقه الا صحبت کنم. من خودم شاید عینی هستم که فعلا در خود اینمی کش، من خودم در کشور استرالیا زندگی میکنم، به شمول کشور استرالیا، امریکا، کانادا، فرانسه، آلمان، دیگه همی کشورهایی که تعداد فامیل ها که ماجر شدین رفتین. سابق یک ادب بسیار خوبی بود در زمان که یک چیز به نام ایام میگفتیم که در بین بود، ولیکن یک زمانی که رسیدن در خارج حیا را گم کردن، اصلا حیا را به طور درست نمیشناسن چی است. یعنی وقتی که از حق حقوق برابر شدن که اونا فهمیدن که ما در کشورهای خارج کی حق داریم که شاور خود بگیم که دانه تبسه که سخن گفتن نمیتونی، باید شاور دانه خود بسته کنه. همچی یک حالت اگر سابق ما پس بگیریم به خانم ها طلاق بدیم که در افغانستان ما بگیم که زبان بازی به شکل زبان بازی، در اینجا خانم ها اکثریتشان که به طلاق میرن به این میسوی هسته به شکل زبان از اینا میرن. فقط هیچ کدام چیز دیگه تغییرات خاص هم نیست و در خودم شاید می عینی هستم که فعلا مردم ها در قبال از این که طلاق میگیرن نوع طلاق گرفتن از یا چی است. وقتی که ما بیریم سر میکنیم همه پاراگراف های از یاره که مردها کش شده در کورت میخوانیشان همهشان وایلنس است، یعنی وایلنس شده یا هریسینگ شده، یعنی گروه پس اگر برورد کنی نه کدام در قبال از یک کسی حرکت بد کرده و نه کدام خطایی کرده نه کدام چیزی، فقط دولت کارای خود را به طور درست عملی دوباره برای سر کل هم کسایی میکنه، هر آن کسی که به حساب زنشی باشه، ادا کرده باشه، خانه بش، اینا را دور میسازه. وقتی زمانی که دور ساخت ایج از اولاد هم دور میشن، از سرنوشت زندگی خود هم دور میشن، مرد زیر استرس میره، این چیزا را اصلا کس فکر نمیکنه که یک مرد چی کار میکنه چی کار نمیکنه. و در قبال از اینکه تنها خانم ها که میمونه، وقتی خانم ها که میمونه دیجا فکر میکنن ما آزادی خود گرفته، مثل که می خانم پیشرک یادواری کردن که از مردا طلاق بگیرین. وقتی که شما به مردا ضرورت نداری خود، چرا اول پشت یک مرد خود میندازین جان جی میگیرین، زار میخورین، گفته اگام تا دوا میخورین، دوای ملتین میخورین، هزاران کار دیگه است که میکنین به خاطر که یک مرد حاصل کنین. وقتی که مرد حاصل کردین زمان که حاصلیتتون پوره شد، یعنی مرد شما مثل یک کاغذ تشنه ورید لتان استفاده کنه یا یک چیزای با یک بار مصرف وره، هدفتون که هدفشان که پوره میشه و میفهمه که این مرد ما کمیونیکیشن ندارم از لحاظ فیزیکی، از لحاظ منتالیتی برش گفتن نمیتونه که ببین من برای تو زندگی کردن دیگه نمیتونم، خوشم نمیاد، نفرم میندازه در سوجی پلیسی میندازه، کم زندگیش خراب میشه، هم حالتش خراب میشه، هم دیگه که اصلا
اصلا نمیتونه که اون مرد دوباره سرپای خود دو سال یا سه سال دیگه باشه، سرپای خود ساده شوه. دیگه ما این موضوعات دقیقا مدیده مینمیال روان است، سر مردم ها روان تنها چی؟ باز مردم ها که میده یک تقاضای ازی میکنن، فعلا بیادرک ما میجا یک تقاضا کرد که ما به امر بالمعروف کابل یعنی رب بتیم. ما یه چیز به امر بالمعروف رب نبتیم. من قدر ذاتم نمیگم که زن از واس خود که پوره شوه مرد بیادرک ما فهمت میگه دور برو که دیگه هیچ خوشم نمیایی. این هم یک کیو خلاصش دیگر هیچ رابطه نداره هیچ کدام چیز. زن که وقت اگه از خود پوره شد فهمید تلاش بود، موترش بود، خانهش بود، فهمید پیسه یک 30,000 40,000 یا یک لک دکاندش افتادگی باشه هم کمش هم 10,000 باشه، او زن احساس میکنه که من خیلی معتبر هستم. این مرد چی هست؟ یالی این من به مردی نیاز ندارم. یا کوشش میکنه یک چیز دیگه پیدا کنه، از خود کنه، از تو کنه بالاتر پیدا کنه، یا دیگه تو را به یک نوحی از بیرون میکنه. فقط این همی گفتارم بود، یک معلومات کوچک. دیگه سلامت بشی رو جان قم. ای که در بین ما خانم سارا است و همچنان سنا عرب، نظر آیا شما برای آقای رحیمی هم نظر هستین یا نه؟ آقای میرویس که پیشتر آمده بودن که میگفتن در آمریکا افغانا وقت نمیکنن راست میگن، و ما هر کدوم از دوستانی که میشناسیم میبینیم که سه شیفت دارن کار میکنن و وقتی بره کازینو یا چیزای دیگه نمیمونه. در اروپا متاسفانه یک ذره از آدما بیکاری هم باعث این چیزا میشه، اگر که اینا هم کار کنن وقتی برای کارا نمیمونه. و من همیشه آقای ملک هارون گفتم که شما مردم هستین که باعث میشین این تعداد خانم ها اضافه بشه که دارن فحشا رو مد میکنن در سوشال مدیا. شما هستید که اینا لایک میکنین، ویو میکنین، ویدیوها اینا وایرال میکنین، به اینستا میگذارین. شما فکر میکنین به خاطر 4 تا فالووری که خود شما بگیرین، او زن شما، دختر شما، 4 نفر دیگه میبینه و الگو برمیدارن. ببینید چند سال پیش در تیک تاک تعداد کم بود، بعد یه مدت دیدیم که مثلا یکی میرقصید در خیابان، ما دیدیم 2 تاشو 3 تاشو 4 تاشو به همه شدن. دیدیم یکی بود کفش خونشون میداد، بعد دیدیم دیگه لباسای زیر خورم میان نشون میدن در تیک تاک که لباس خریدیم، کفش خریدیم. خب شما فالو میکنی، هر کدوم اینا یه عالمه فالوور دارن. و اینا رو کی فالو میکنه؟ طرفدارای اینا دیگه، کسایی که دوست دارن. خب این کسایی که دوست دارن چرا وقتی که همسر خود اینا، دختر خود اینا کار انجام میده ناراحت میشن؟ چرا ناراحت میشن؟ یعنی مثلا 50,000 نفری که او آدم فالو داره، 50,000 نفر با مفکوره او خانم موافقه که او فالو کرده، برنامه‌ای لایک میکنه و اونا رو میگذارن به صفحات خود، پخش میکنن. اینا باعث میشن که اینا رومود بیاین. و 4 تا خانومی که اطلاعات ندارن، نمیفهمن چی ترن، اونا نگاه میکنن خب ای آمد به فضای مجازی این مدلی معروف شد، میشن که اینا رومود بیاین. و 4 تا خانومی که اطلاعات ندارن، نمیفهمن چی ترن، اونا نگاه میکنن خب ای آمد به فضای مجازی این مدلی معروف شد، من فردا میرم دیگه کار میکنم که معروف شم. بعد کم کم اینا تعداد اینا زیاد میشه و متاسفانه تمام همسران شما، دختران شما دارن اینا رو میبینن، اینا الگو برمیدانه، خواسته یا ناخواسته الگو برداشته میشه از مدل لباس پوشیدن اینا، عملای اینا. انصار رحمانی در برنامه دیشب که شما لایو بودین، من هم که اومدم صاحب برنامه مرا بالا آورد، یا بگم درخواست روان کرد، من درخواستشون قبول کردم. در مو گروه بود تعداد، یا بگم اکثریتشان به این مفکوره بودن اگر یک خانم خوش نیست، این حقش است که باید از شوهر خود طلاق بگیره. و همچنان درباره حق و حقوق خانم ها صحبت میگد که با سیستم غرب حقوق زن و مرد برابر است، اگر همراهی مرد خوش نیست یا کدام مشکل دیگه است، بسیار با آسانی میتونه که طلاق خود از شخص بگیره و به قسمی که خوشتر از زندگی خود پیش بره. یعنی شما همراهی زمیر قم اشخاص هم مفکوره هستین یا هم نظر هستین؟ من آقای ملک هارون هیچ وقت پیشنهاد طلاق به هیچ کسی نمیدم. همیشه اولین سوال اینه که طرف مقابل دوست داری؟ چون دوست داشتن باعث میشه که خیلی کارا انجام بدی. ببینیم که اگه دوست داشتنی باشه، سعی میکنیم تلاش کنیم که او دو فامیل به هم برسن دوباره و برگردن و اختلافات حل بشه. ولی وقتی نگاه میکنی بعضی وقتا ببینی دوست داشتن که نیست، هیچی، مشکلات دیگری هست که اگه دو نفر هم قرار بگیرن شاید مثلا منجر به یک حادثه بشه، یک نفر کشته بشه، اون موقع است که صلاح دیده میشه که جدا بمونن. و بار بار دیده شد آقای ملک هارون، ما چند سال پیش دو زوج جوان افغان دیدیم که پسر از افغانستان اومده بود با دختری اینجی ازدواج کرده و با خب بالاخره این پسر غیرتی بوده و دوست نداشته این خانم استخ بره یا با فامیل خود دست میداده، رو بوسی میکرده، او حساسیت به خرج میداده. بار بار فامیل واسطه شدن، اینا راشتی دادن،
آخر سر یک موضوع خیلی کوچیک اینا با هم دیگه جنگجار میکنن و او آقا میگه که با چاقو میزنم و میگه جرئت نمیکنی، میگه میزنم، میگه جرئت نمیکنی و همونجا ایستاده 11 ضربه چاقو میزنه به این دختر و به یک حالت وحشتناک این دختر به قتل میرسه. یعنی بسیار آلمان تکون خورد سر این موضوع آقای ملک هارون و دادگاه اینا 10 روز پیاپی برگزار شد که اونجا حتی به پدر دختر گفتن اگر این طلاق میگرفت که بهتر بود و او آقا کسی که قتل انجام داده بود گفت من چند بار میخواستم این دختر طلاق بودم، من این دوست نداشتم، نمیخواستم، من ماستم برگردم به افغانستان ولی فامیل ای به من گفتن اگر طلاق بدی باید 500 هزار یورو به من پول بدی مهریه ای دختره، من مهریه نداشتم، مجبور بودم که این دختر تحمل کنم. اونجی دادگاه به پدر گفت خب اگر طلاق میگرفت که الان دختر تا زنده بود، اون موقع چه فایده ای داره؟ خب این زندگی اگر که طلاق میگرفتن حداقل دختر جوان کشته نمیشد. بله بعضی وقتا میبینی رای نداره ولی بعضی وقتا وقتی رای داره آدم کسایی که از افغانستان هم رای فامیل خود و غرب من ببین یک تعدادشان زود خدا فراموش میکنه که اینا کی هستن، از کجا آمدن، فرهنگشان چی است، دینشان چی است و کسایی که دوره پیش از یاس خانمای طلاقی و زندگی خودشان که برباد است بازینا اینه می خانما رو تشویق میکنه. حتی در گروه دیشب هم دیدم که تعداد از مردان میگه اگر شما خوش نیستین طلاق بگیرین. ببین در زندگی خودت یک مادر هستی، طفل داری، فامیل داری، شوهر داری، یعنی هر روز نمیتونی، امکان نداره که تو خوش باشی، یک روز کار میکنی، یک روز جنگ میکنی، یک روز هم نظر نمی باشین. به این معنی نیست که دیگه سبب از خودت همراه پلیس یا دادگاه به تماس و درخواست طلاق خدا نخواسته کنی. بله دقیقا آقای ملکارون، زندگی هیچ وقت هموار نیست، یک روز بالا، یک روز پایین و یک روز خوشحالی، یک روز بالاخره مشکلاتی هسته که باید دو نفری که با هم دیگه زندگی میکنن هم دیگه درک کنن. من زمانی که آمدم آلمان یک دختر مجردی بودم و 19 سالم بود که آمدم آلمان تنها و وقتی که ازدواج کردم تمام زندگی می شد همسری که با او ازدواج کرده بودم. گاهی وقتا از تنهایی که دلم می گرفت مادرم نبود، پدرم نبود کنارم، من حتی همسر خو بغل میکردم و شروع میکردم به گریه که دلم برای مادرم تنگ شده بود. و اون مرد هم همیشه، یعنی آدم باید همیشه خدا رو در نظر داشته باشه، کمک میکرد. حتی بچه اول ما که به دنیا آمد انقدر او بیشتر از من نگران بود و مراقب او بچه بود، او بیشتر از من حتی به ما میرسید. گاهی وقتا ما میگفتم خوب خسته نمیشه. خب زندگی همینه، بالاخره ما هم کسی در غربت نداریم، اگه او هم کمک نکنه، ما کمک نکنیم به همدیگه و مراقب همدیگه نباشیم، چه کسی میای دلی به ما میسوزه؟ به زننم اگه دلم به حال شوهرم نسوزه، او دل به حال من نسوزه و ما یک زندگی عاشقانه نداشته باشیم، چطور میتونیم که به اولادای خود تربیت سالم بدیم؟ چطور میتونیم عشق و محبت از اونا انتظار داشته باشیم؟ آقای غزنی افسر شما بفرمایید. جناب ملک هارون عزیز و دوستایی که در لایف هستن، انشاءالله صحت سلامت باشین، برای کلتان آرزوی موفقیت دارم. سلام دیگه.